به نظر شما آیا مردم در داخل ایران بیشتر نگران جنگ هستند یا نگران وضع معیشتی و بحران اقتصادی و سوء مدیریت مقامات؟ مقامات تهران میکوشند با ایجاد بی‌ثباتی در منطقه وضعیت کشور رو در شرایط جنگی جلوه بدن. در این میان اوضاع اقتصادی کشور به گونه‌ای بحرانیه که بسیاری از مردم اون رو خطری بالاتر از جنگ میدونن. در برنامه امشب میخوایم از شما بپرسیم آیا مردم در داخل ایران بیشتر نگران جنگ هستند یا نگران وضع معیشتی و بحران اقتصادی و سوء مدیریت مقامات؟ از طریق شماره تلفن 202-205-2654 و با کد 201 آمریکا ما در خدمت شما هستیم. میتونید تماس بگیرید، همینطور میتونید شماره تلفن خودتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل هم برای ما بفرستید تا با شما تماس بگیریم. راه‌های ارتباطی دیگه هم هست: اسکایپ، پیام‌های صوتی و تصویری و نوشتاری، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام صدای آمریکا به نشونی @sendvoa هم در اختیار شماست. من شهرام بهرامی، مجری برنامه روی خط، در نیم ساعت آینده با این موضوع در خدمت شما خواهم بود. درود بر شما بینندگان ارجمند و همراهان همیشگی برنامه روی خط. بریم سراغ تلفن ها و زمان برنامه رو تلف نکنیم و با اون توضیح همیشگی لطفاً مختصر و مفید صحبت کنید و از چارچوب موضوع برنامه هم لطفاً خارج نشید. آقای رضا از ایران نفر اول روی خط هستن. درود بر شما آقای رضا، صحبت های شما رو راجع به موضوع برنامه امشب میشنویم. در واقع این سوال از شما اینجوری میپرسم، آیا اون چیزی که مردم در داخل بیشتر از در موردش نگرانند جنگ احتمالی است که حالا خیلی صحبتش رو میکنن که البته امیدواریم اتفاق نیفته، یا وضعیت معیشت و اقتصادی که شبیه به وضعیت جنگی است؟ خدمت شما و همه بینندگان. آقا صدای من خوب میاد چون صدای شما رو ضعیف دارم. بله صدای شما رو ما میشنویم، بفرمایید. اولا آقای بهرامی خیلی شگفت زده شدم بعد از یک ماه که شما مجری برنامه هستید. من همیشه 40 دقیقه پشت خط بودم و نوبت بهم نمی‌رسید. این خیلی برام دیگه حالا از خوششانسی شما بوده که اومدید بالای خط، نفر اول بودید. بفرمایید. آقای بهرامی من توی جنگ بودم و می‌خوام دو مقایسه بکنم. بله. من زمان جنگ رو در واقع خب ناخواسته شاید هم نسلان من جنگ باشون عجین شد. حتی از چند روز جلوتر از جنگ و حتی جبهه هم رفتم من. و بعد از اون جنگ اول کویت رو من یادمه، اون موقع ما در اهواز بودیم، من خاطرم هست صدای عامه رادیوها رو بانک نوجوان بودم و خیلی مسائل رو پیگیر می‌کردم. صدای یادمه که صدای آمریکا همیشه تا ساعت 8 شب 9 شب برنامه داشت، ولی اون شبی که قرار بود حمله بشه استثنا ادامه پیدا کرد و می‌خواست. من خاطرم هست مردم دنبال پمپ بنزینا شلوغ می‌شد، یه التهابی بود، دو سه تا روزنامه بود، شما باید صف می‌گرفتی خیلی چیز. ولی الان که من دارم می‌بینم و این خیلی به نظر من مایه تأسفه، مردم با توجه به اینکه آمریکا حدود 12 برابر در واقع نیروهای مسلح ایران نیرو و تجهیزات نظامی وارد منطقه و خلیج فارس کرده و اوضاع خیلی متشنج شده، وقتی صفحه من مطبوعات داخلی و رسانه ها رو می‌بینم به نظر میاد یه مدت هست بخاطر اینکه چیز بکنن این شعله این که تحلیل هایی نست که جنگ نمیشه و زیاد مانور نمیدن، ولی عامه مردم که من دارم باشون برخورد میکنم میبینم اصلا براشون مهم و این خیلی بده، ولی در اصل دغدغه معیشت و اقتصاد رو دارن. متاسفانه این خیلی چیز بدی هست و این من فکر میکنم حکام یک کشور باید به خودشون بیاد. آقای رضا این سوال رو یه خورده بیشتر، یعنی این قضیه رو کوچولو بیشتر بازش بکنید. خودتون که بین مردم هستید چرا یه نفر باید به جایی برسه، یعنی چه اتفاقی افتاده که به اینجا رسیده شخص که میگه آقا یه کشور دیگه بیاد حمله کنه در واقع به مملکت من بهتر از اینه که من در این وضعیت باشم؟ مگه وضعیت چیه؟ آقای من یه مطلبی خدمتتون عرض بکنم. ما باید ببینیم مثلا توی این مباحثی که میگن این اساتید اخلاق که خیلی میرن رو منبر در مورد خدا و انسان، ببین هدف خلقت انسان چیه؟
خداوند یه آدم رو حالا تو هر سرزمینی خلق میکنه، یه سری نعمات رو داده که این بیان یه پروسه رو بگذاری از این نعماتش استفاده بکنه، لذتشو ببره و بعد این پروسه زندگی رو چیز بکنه. خداوند نیافرید انسان رو که 70 سال، 80 سال، 60 سال، 50 سال، 90 سال بخواد تو دلهره و به قول معروف حسرت زندگی بکنه. الان شما حسابشو بکنید، من الان دارم میبینم به شدت، من حقیقتش تو متن جامعه جهان کار کردم، مردم رو هم دارم میبینم و ریزبینانه هم نگاه میکنم. الان مردمی که شما تصور بکنید که امید به آینده نداره، داره تو مشکلات معیشتی، یعنی داره دست پا میزنه. من همین دیروز رفتم خریدم، باور نمیشه 4 قلم جنس از یک کلوفته همیشه تخفیف من گرفتم شد 250,000 تومان، 2 کیلو گوشت شد با 2 قلم جنس شد 250,000 تومان. خیلی از مردم ما ندارن، الان آمارها داره میاد بیرون، بخش قابل توجهی از جامعه ما رو زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار نشون میده. بخش الان آمار اومده که 60% جمعیت فعال ما بیکاره، فارغ‌التحصیلان بیکار بماند. بیمار الان بیماری های اونا افسردگی همین چند وقت پیش برنامه داشتید زیادن. خب شما دیگه از یک چنین ملتی به نظر من نباید توقع داشته باشیم که به این فکر بکنه که جنگ میشه یا نه. خیر اصلا به اینا اینم به شما بگم خیلی چیز بدیه ها، یعنی شما بی توجه به بله. چی داره میگذره. بله درسته. بسیار ممنون آقای رضا، اتفاقا خیلی متشکرم که در برنامه حاضر شدید. من آقای رضا که داشت صحبت میکرد، خب ببینید من چندین صفحه فقط تعداد کوچکی از پیام‌هایی رو که دریافت کردیم رو اینجا پرینت گرفتم با خودم آوردم. قبل از اینکه بخونم پیام‌ها رو، یه پیام یه دوستی داده بود، این رو بخونم. یه جور گلایه کرده بود، نمیشود اگه قرار است نظراتی که میفرستیم خوانده نشود پس چرا درخواست میکنید؟ حرف منطقی میزنن. چرا فقط به تلفن ها جواب میدهید و یا وایس ها را پخش میکنید؟ منظور اون فایل های صوتی. من تا به حال بیش از 20 بار نظرم رو نوشتم اما شما نخوندید، که البته دیگه این دفعه راجع به موضوع برنامه نظری ندادم، ولی عذرخواهی میکنیم از ایشون و همه عزیزانی که در واقع پیام هاشون رو میفرستن. ما به خاطر ضیق وقتی که در برنامه داریم، نیم ساعت فرصت داریم هم به در واقع تلفن ها برسیم، هم صداهای شما رو پخش بکنیم، هم اگر برسیم نظرات، ولی تلاش میکنیم از این به بعد، من حداقل خودم در برنامه‌ای که هستم تلاش میکنم که نظرات بیشتری رو بخونم. و حالا در پیوند با صحبت آقای رضا که اظهار تأسف کردن که مردم به این مرحله رسیدن، باور بکنید خود منم امروز یه جورایی کلافه بودم، چون بیشتر پیام ها، نمیگم همه، بیشتر پیام هایی که نوشتاری دریافت کرده بودیم همه دفاع کرده بودن از این قضیه که آقا حمله بشه راحت بشیم. یعنی ببینید به کجا رسیدن مردم. من یه چند تاشون رو میخونم برای شما. در ایران مردم نه تنها دیگر نگران جنگ نیستن، بلکه مشتاقانه منتظر جنگ هستن. شاید به این باور رسیدن که دیگه کاری از دست خودشون ساخته نیست. در کل اکثریت مردم برای حمله آمریکا به ایران به انتظار نشستن و فعلا مشکلات اقتصادی و گرانی فراموش شده. ببینید این نظرهایی که خود بیننده های مردم ایران در واقع برای ما فرستادن. مردم علاوه بر اینکه نگران، این یک شخص دیگه است که نوشته، مردم علاوه بر اینکه نگران جنگ نیستن، بلکه آرزو دارن که جنگ بشه تا شاید دست اینا کوتاه بشه، منظور حکومت قطعا. و یک دوست دیگه نوشته مردم نگران همه چیز هستند، معیشتی، گران شدن آب و برق و تلفن و گاز و که 25% هر ماه اضافه میشه. حالا منظورشون چیه دقیق نفهمیدم. نگران این هستن که در روز نمیتونن از بیشتر خیابان‌های تهران تردد کنن، منظورشون طرح ترافیک جدید تهرانه. اگه جنگ بشه بهتر است و قم و مشهد و جماران و خیابان پاستور مورد حمله قرار بگیره تا قاعده ختم به خیر شود. و تعداد زیادی پیام‌های دقیقاً با همین مضامین. و این واقعا به قول آقای رضا، من در برنامه دیشب هم گفتم، واقعا جای تاسف داره. یعنی چه وضعیتی پیش اومده که ملتی از لحاظ تحت فشار بودن، بخش اقتصادی قطعا یک بخشی از ماجراست، یعنی فشارهای دیگه هم رو مردم هست، یا نبود آزادی، سرکوب کردن صداها، همه اینها هست. ببین به کجا میرسن که یک همچین درخواستی رو میکنن. واقعا جای تأمل و تاسف داره. البته بریم سراغ دوست دیگه که روی خط هستن. نفر بعدی آقای ایرانی از تهران هستن. آقای ایرانی، شما به عنوان کسی که در ایران زندگی میکنید، در بین مردم هستید، در واقع چرا این گونه فکر میکنن مردم؟ سلام عرض میکنم خدمت شما دستانگار برنامه‌تون، به مردم سلام عرض میکنم. من واقعا منم داخل مردم هستم، با مردم زندگی میکنم. آقا واقعا آقای رضا خوب فرمودن، الان جوری شده که مردم ایران
دیگه ما توقع داشتیم راستیتش که این آقای نخست وزیر ژاپن اومد، این آقای خامنه ای واقعا با این آقا کنار بیاد که از سایه جنگ بره کنار و اقتصاد مملکت خوب شه. ما الان بیشترین مشکلمون اقتصادیه، مردمی هستن خیلی آدم داری، اونایی که بوجه در 20 تومن درآمد دارن که هیچ چیز زندگیشون نگذره، کسایی رو داریم تا زیر 2 میلیون تومن درآمد دارن. این آدم با کرایه خونه و 2-3 تا بچه نمیتونه زندگی کنه. آقا زن و مرد دارن کار میکنن، اموراتمون نمیگذره. به قول خودتون فرمودید این اقتصادی تازه گوشه ای از مشکلات این مردمه، بقیه مشکلات ما هم هستش که اصلا مسئولین مملکت فقط فکر خودشونن، فکر این که برن تو کانادا، تو اروپا، تو آمریکا، اونجا زندگی لکچری باز خودشون درست کنن و ریش ملت ما هم بخندن. آقا تنها راش همینه. من فکر میکنم آقای ترامپ یه منجیه واسه ما که بیاد تکلیف ما رو با این مملکت روشن کنه، با این رژیم روشن کنه. ما دیگه نمیتونیم اینجوری زندگی کنیم. همه یا دارن مهاجرت میکنن، میرن تو دریا غرق میشن، یا اینجا با بدبختی. اونه که نمیتونیم مثل ماها داریم با بدبختی تو ایران زندگی میکنیم. دیگه به چه کنم افتادیم. قدیم میگفتن خدا به چه کنم نندازدت. ما دیگه از این حرفا گذشتیم. من فکر میکنم روز به روز داریم بدتر میشیم. آقای ترامپ باید تکلیف ایران رو روشن کنه. ما مردم واقعا دیگه حریف به این رژیم نمیشیم. حتی این 8 شعبی هم آوردن که آقا اگه صداتون در بیاد اینا طرف حساب شما هم. پس آقا من میگم مردم ایران از سر ناچاری صداشون در نمیاد. یک روز کار نکنم من ندارم نون زن بچه هم بدم، مجبورم سرام بنزم پایین. آدمی که زن بچه داره، همه ملت ایران، اون که مجرده زن هیچ فرقی نمیکنه. ما هم میترسیم دیگه بلند شیم. یه لیدر نداریم، یه رهبر نداریم. یه آقای شاهزاده میومدش با این میساد یه کشور دبی، ترکیه، میگه آقا این کارو بکن، این کارو بکن. اون آقا اونور دنیا نشسته هیچ کاری هم نمیکنه. تنها راش همینه که آمریکا یه قضایی واسه مردم ایران. پس شما هم جزء اون دسته هستید که معتقدید که این قضیه باید توسط کشورهای دیگه مثلا مثل آمریکا حل بشه. ممنونم آقای ایرانی که در برنامه حاضر شدید و نظرتون رو فرمودید. بریم در این فرصت دو تا فایل صوتی که شما لطف کردید برای ما فرستادید بشنویم، برمیگردیم و با بقیه دوستانی که پشت خط هستن صحبت خواهیم کرد. والا این جمهوری اسلامی کاری به مردم کرده که مردم آرزو دارن این جنگ بشه، آمریکا بیاد بزنه اینا رو همشون از بین ببره. ولی خب از اون طرف هم نگران وضعیت اقتصادی که داره از بین میره و پوکیده هستم هستن. ولی ببینید چی کار کردن اینا که مردم حاضرن یه کشور بیگانه بیاد حمله کنه بهشون و اینجوری رژیمشون رو سرنگون کنه. دیگه من نمیدونم اونی که داره از اینا طرفداری میکنه به چی اینا مینازه که داره طرفداری میکنه. والا مردم میگن ما حاضریم جون بدیم اما آینده برای بچه هامون بدون اینا باشه. من چیزی که دارم میبینم و میگم اگه جنگی در خلیج فارس اتفاق بیفته یا حمله به ایران بشه 100% باید منجر به سرنگونی رژیم آخونده بشه. بریم سراغ این فایل صوتی، البته نیمه تمام موند و درست پخش نشد. بریم حالا سراغ تلفن ها. آقای تورج از ایران روی خط هستن. درود بر آقای تورج. آقای تورج نظر شما رو میشنیم راجع به موضوع برنامه امشب. سلام خدمت آقای بهرامی. سلام شما بینندگان محترم ایران. جناب آقای بهرامی جانم، این یک برنامه بازی بین ایران و آمریکا. جنگی در ایران رخ نخواهد داد چون آخوندا نمیذارن جنگ بشه. وقتی از شروع بشه بازنده اصلیش مردم هستن. این دولت مرا تمام اموال رو برمی‌دارن خراب می‌کنن میرن. جناب بهرامی من فکر می‌کنم اگر ترامپ مرد باشه و میخواد ملت ایران جهت پیدا کنن باید به ایران بکنه و نه ایرانو بلکه دنیا رو نجات بده. شما در هر کجای دنیا درگیری که به وجود میاد شما سر نخو بگیرید آخر نخ میرسه به ارازلوباش های حکومت فاشیستی نظام ملت. مردم ایران آرزو دارن که جنگ بشه. آقای تورج شما این یه تناقض ایجاد نمیکنه؟ چون شما فرمودید اول صحبتتون که من میدونم که جنگ نخواهد شد، از این طرف هم میگید که آمریکا باید بیاد تکلیف این حکومت رو مشخص کنه. خب چه جوری این دو تا رو میشه با هم جمع کرد؟ که اینا یه برنامه بازیه. چون اینا بدونن که اگر بخواد اینا میخوان تا لحظه آخر منتظرن که جنگ نشه.
چی رژیم ایران، ولی آمریکا باید ملت ایران نجات بده. اینا با هیچ برنامه‌هایی که اون بنده خدا 12 تا ماده گذاشته، گفته آقا مردمت آزادی بده، به مردمت امنیت بده، به مردمت رفاه بده، اینا قبول نمی‌کنن. اینا چون قتل و بجز قتل و غارت یا تهدید مردمو می‌کنن، طرف کار می‌کنه، حقوقش رو می‌خواد بهش نمی‌دن، اعتراض می‌کنه زندان، بعد از زندان هم تو زندان هم مثلا همین سه روز پیش بچه‌ای رو جوونی کشتن، اون بر بی‌گناه رو برای چی می‌کشن؟ اینا فقط می‌خوان بکشن. اینا تا زمانی که هستن، اولش من گفتم بازی بازیه، بله گفتم بازی بازیه، این رژیم می‌خواد بازی بازی کنه، آمریکا رو می‌خواد بخره، ولی تهران باید مرد باشه. ملت ایران الان بیان، یه نفر بیاد من حاضرم ملت رو بخره، یه دونه از طرف سازمان ملل یکی بیاد من دارم دونه دونه مرد تو مسجد آدم‌ها رو بیارم همه با وافق جنگن. مردم اینا رو نمی‌خوان، چون مردم نمی‌تونن با اینا بجنگن، نمی‌خوان با اینا کنادیان که زورمون به اینا نمی‌رسه ما اینا رو بیرون بکنیم، باید آمریکا به حمله بکنه. بله بسیار متشکرم آقای تورج که اومدید و شما هم نظرتون رو ابراز کردید در برنامه. دوستان دیگه اگر خواستن اومدن میتونن حتی نظرات دوستانی که قبل از اونها نظر دادن رو نقد بکنن، البته به روش منصفانه و مؤدبانه. البته بریم سراغ نفر بعدی که روی خط هستن، آقای امیر از تهران هستن. درود بر آقای امیر، نظر شما رو راجع به موضوع برنامه امشب روی خط میشنویم. روز بچه‌ها تمام بینندگان جناب، تمام ملت ایران به این نتیجه رسیدن دغدغه اصلی رژیم اصلا ملت خودش نیست، و این جنگی که اگر قرار در بگیره و مسئله اصلی خود رژیم، کلن خودشون رو موفق کردن از رژیم و خودشون رو رژیم نمیدونیم، از الان خودشون رو کشیدن کنار، به خاطر همین اومدن نخست وزیر ژاپن و اون صحبتایی که شد مردم فهمیدن دیگه امیدشون از رژیم بریدن. یعنی شما میفرمایید که این اومدن نخست وزیر ژاپن و عدم قبول پیام ایالات متحده از سمت جمهوری اسلامی ایران مردم رو به این نتیجه رسونده که دیگه اینها درست بهشون نیستن و اوضاع درست نمیشه، درسته؟ وقتی میبینن که اصلاً به وضع معیشت مردم هیچ اعتنایی نمیکنن، وقتی میبینن مردم تو گرفتاری و فقر دارن دست و پا میزنن و هیچ کاری نمیکنن، فقط دنبال اون شعارا و اون حرکاتی هستن که از اول در پیش بودن، خب مردم هم بویدن ازشون، میگن خب اینا دنبال ما نیستن، اگر جنگی هم در بگیره مال خودشونه، به ما هیچ ربطی نداره، خودشون بدن هر کاری میخوام بکنم میکنن. از الان ما از اینا بریدیم و بهشون هیچ کاری نداریم فعلا. خود شخص شما آقای امیر چی فکر میکنید؟ آیا خود مردم باید از درون یه تغییری در اون مملکت ایجاد کنن یا باید یک نیروی خارجی بیاد این کار رو انجام بده؟ ببینید از بیرون هیچ کس نمیتونه هیچ کاری کنه، مردم باید از درون به این نتیجه برسن، به این همبستگی برسن که بتونن خواستهاشون رو به طور علنی و به صورت مدنی ابراز کنن، هماهنگ بیان کف خیابونا هم مطالبه کنن. اصلا نیروی خارجی بیاد حالی نداره، مگه بمب میشناسه کیو بکشه کیو نکشه؟ بله جنگی که خارجی بیاد من نمیدونم که من زنده میمونم یا نمیمونم، که آخواد رژیم بره یا نره. بله. اصلا این چیز غیر قابل قبول یه جنگ بشه، ولی اینکه الان ملت به این نتیجه رسیدن که بیشتر پی مشکلات مالی و معیشتی خودشون هم به این خاطری که رژیم هیچ اعتنایی به مشکلاتشون نمی کنن. و الان مردم به این نتیجه رسیدن مشکل جنگ و درگیری و این مسائل مال خود رژیمه، خود رژیم باید حل کنه، ما بهش کاری نداریم. بسیار ممنونم آقای امیر، خیلی متشکر که به دوستان دیگه هم فرصت برسه. شما هم در برنامه حاضر شدید و نظرتون رو مطرح کردید با بقیه بینندگان. بریم سراغ تماس بعدی که آقای میلاد هستن از کرج. آقای میلاد درود بر شما، نظر شما رو راجع به این بشنویم. درود بر شما آقای بهرامی و همه همکاران. متشکرم، ممنونم آقای بهرامی. دیگه مردم واسه مردم ایران چیزی نمونده، با این سیاست های اشتباه و توخالی این رژیم، این آخوند ابلهی که اسمش به رهبریه، به ادعای خودش رهبری کل مسلمین جهانه که مملکت رو به فنا داده،
بعد مردم برم گردن میگن چیز مثلا میگن مثلا رهبری باید صحبت فلان کنه با نخست وزیر ژاپن مذاکره. کدوم رهبری آقا طی این 40 سال اصلا اینا یه دشمن ساختگی ساختن واسه مردم بزنن تو سر مردم بگن دشمن همهشون تفاقل کردن اموال مردم. وقتی ببخشید پدر من که 30 سال کار کرده هنوز به جایی نرسیده، پدر من 30 سال تلاش کرده واسه لقمه نون حلال واسه بچه‌هاش در بیاره، هنوز 8ش گیره 80ش نمیتونه دخترش را بندازه از خونه برای ازدواجش، نمیتونه پسرش را بندازه. وقتی ببخشید عروسی خواهرم عقد خواهرم نمیتونم برم، ببخشید مشکلات انقدر اینا کسافتن که مردم انقدر غرق مشکلات کردن به امام حسین به هیچ چیمون نمیرسید. ما خواهان جنگیم، به قرآن دیگه چیزی باز از دست دادن نداریم. مگه میشه که 30 سال کار کنی و به جای پیشرفت پس رفت کنی؟ کجای دنیا اینجوریه؟ به خدا قسم من نیم ساعت پیش از سر کار اومدم به امام حسین واسه 100,000 تومان بود، والله قسم هیچ چیزی همون رسیدم خونه. بابا به قرآن بزنیم، ما بگه چی میخوایم؟ یک مول آخوند از لحظه کشور اشغال کردن، ارث پدرشون میدونن و به اسم ملت و به نام ملت و خودشون تفاقل میکنن آزاده هاشون بی پدر ها. کدوم ملتی مونده؟ به قرآن هم الان تو خیابون هم میام جلومونو میگیرن کلانتری همه رو میخوام ببرم. هر چقدر امریکا فشار میاره اینا به فشار به مردم میارن. به خدا قسم آقای ترامپ، آقای پومپئو، به قرآن اینا وجودن انسان نیستن، به خدا به کثیف‌ترین انسان‌های روی زمینن. من از اسلام اینا فقط یکی دزدی و تفاقل و حرامزادگی و دزدی ناموس و بی‌ناموسی و کثافت‌کاری به خدا جز اینا هیچی ندیدم. من به قرآن تو اسلام هیچی نفهمیدم به خدا. ممنونم آقای میراد که با دل پر صحبت کردید. واقعا آدم این صحبت‌ها رو میشنوه، یه بغضی هم در صدای آقای میراد بود که این در واقع حزن کلامشون رو خیلی بیشتر میکرد. واقعا جای تأسفه، یعنی نمیدونیم چی بگیم، یعنی چه کرده این جمهوری اسلامی با مردم که انقدر واضح فریاد میزنن آقا حمله کنید جنگ بشه این رژیم فقط بره، که حالا نمیدونم، حالا این نظر دوستانی که شرکت میکنن، ولی واقعا جنگ چیز مخربی است، جنگ کشور رو به ورطه در واقع هلاکت میکشونه، به نابودی کامل میکشونه. ولی ببینید چه شده که طرف به این شکل میاد با این صدای حزن‌انگیز و با اون بغض در گلو یک همچین خواسته ای رو فریاد میزنه، واقعا با جای تأسف داره. بریم یک فایل صوتی بشنویم، برگردیم و تلفن های پایان برنامه رو بگیریم. مردم ایران بیشتر نگران وضعیت معیشتی و اقتصادی خودشون هستن. الان خود بنده توی جامعه وقتی میچرخم و با مردم صحبت میکنم هیچ نگرانی از بابت جنگ ندارن. تازه میگن کی میشه این آمریکا حمله کنه ما نجات پیدا کنیم. یعنی ببینید وضع اقتصادی ما به کجا رسیده که راضی به جنگن. این که شما شب میخوابی و صبح بیدار میشی میبینی اقتصاد داره رو به زوال میره، تورم بالا رفته، قیمت اجناس روز به روز داره بالاتر میره و ارزش پول ملی داره کاهش پیدا میکنه، این نمیتونه امنیت برای شما بسازه، از جنگ هم بدتره. بریم سراغ تلفن ها. آقای احمد از تهران، مختصر و مفید نظرتون رو بفهمید آقای احمد در مورد موضوع برنامه امشب. با سلام جناب بهرامی عزیزم و بینندگان عزیزتون عرض ادب میکنم. عرض شود خدمت سرور عزیزم، این روزها مردم ایران در حال و تکان وحشتناکی به سر میبرند، چرا که در منطقه تحولات بسیاری در جریان است و شرایطی که ایران در پیش گرفته با حمله یک ماه پیش به دو نفتکش و همین اخیراً دو نفتکش دیگر رو که منفجر شد که فیلمهاش هم مردم نه مردم ما کل دنیا دیدن، این موضوع رو تقویت میکنه که جهان در نظر داره که یک اجماع گروهی انجام بدن در همین مسئله باعث شده که مردم ایران خطر جنگ رو در این زمان بیشتر حس کنن. هرچند مردم ایران آنقدر عذاب کشیدن که هر گونه اعتمادی را در مورد حمله به ایران به جون میخرن تا از دست این رژیم خلاصی پیدا. آقای احمد، شما بین اطرافیان خودتون و کسانی که میشناسید این چقدر قوی هست که میگن اصلا همون حمله بشه بهتر ما از دست اینا راحت بشیم؟ جناب بهرامی عزیز، اینو باور بفرمایید،
اینو به حقانیت حق قسم میخورم، مردم ایران لحظه شماری میکنن که از طرف امریکا یا هر گروه دیگه حمله بشه به ایران. یعنی مردم، آقا چجوری بگم قربونت برم، من یک فرد 64 ساله هستم، شما توجه به من اگر بخوام بگم وقتم وقتتونم میگیرم، یعنی الان با حقوق یک کارمندی خانومم من دارن زندگی میکنم، منو از حق مستمری به دلیل اینکه من چند وقتی منو پرداخت نکردم، از حق مستمری 30 سال کار کردن روی اتوبوس منو محروم کردن. حالا آقای احمد، این وضعیت اقتصادی که الان شما دارید توصیف میکنید، آیا شما هم به اینجا رسونده که حمله نظامی گزینه درستی است؟ الهی دورت بگردم دیگه، من چیزی ندارم از دست بدم. خب حاضرم که حمله بشه و من جونمو بذارم. بابا ما یه انقلاب کردیم و به پیروزی رسوندیم، همه هم بهمون دارن فحش میدن که چرا انقلاب کردیم. ما اون موقع شرایط، حالا وقت ندارم به توضیح که وقت مردم بگه، ما انقلاب کردیم، انقلاب رو تحویل این جوانای امروز دادیم. این جوانای امروز اصلا من نمیدونم چرا اصلا وجود ندارن. صدا یه تیر میاد آقا همه فرار میکنن. اون البته جای تجزیه و تحلیل خیلی گسترده داره که باید حالا در برنامه‌های دیگه بهش بپردازیم. خیلی متشکرم آقای احمد که در برنامه حاضر شدید. من قبل از اینکه بریم سراغ تلفن بعدی، یک دو تا دیگه پیام، چون قول دادم امروز بیشتر بخونم، از شما بخونم. قطعاً از همه بیشتر ما نگران وضعیت معیشتی و بحران اقتصادی و سوء مدیریت مقامات که سپاه و حکومت میباشه هستیم و همینک ما با اونها در حال جنگیم. بنابراین بروز جنگ کشورهای دیگه با ایران نه تنها سبب نگرانی ما نیست، بلکه برای ما کمکی خواهد بود تا به اهداف خود برسیم. دشمن ما دوست ماست. و دوست دیگه نوشتن درصد بالایی از مردم به خصوص نسل جوان دچار نوعی نومیدی و ولنگاری شدن، حداقل اونهایی که من باشون سر کار دارم اینطور شدن، مرتب از بحث در مورد واقعیات کشور فرار میکنن، که آقای احمد هم در صحبتشون یه اشاره به این قضیه کردن. بریم سراغ تلفن بعدی که آقای رضا هستن از تهران. درود بر آقای رضا، صحبت های شما رو راجع به موضوع برنامه امشب مختصر و مفید میشنویم. سلام بر شما، حال شما خوبه؟ متشکرم، بفرمایید. عرضم به حضور شما که گرفتاری ما از سه تا موضوع، هم جنگ، هم بحران اقتصادی، هم مدیریت. من مدیریت از رأس شروع کنم. ببینید آقای خامنه‌ای وقتی که میگه آقا ما نمیدونم مذاکره نمی‌کنیم، اصلا مردم نمی‌دونن این چی میگه، برای چیه. این داره از ملت ایران انتقام میگیره. شما سال 78 88 96 ببینید این مردم تو خیابان رفتن چی گفتن، متوجه اید؟ بعدم اون رئیس جمهور و اون وکیلا وقتی میان انتخاب میخوان بشن، میگن آقا ما چی رو میگیریم. بعد من حالا میبینید تو این رسانه ها، تو این فیسبوک و این دارم و میگن آقا ما کاره نیستیم. بابا تو اگه کاره تو چرا رفتی قبول کردی؟ اگه قبول کرد برو وایسا، فوقش اینکه میکشنده دیگه. مگه خون تو از خون اون جوان مگه رنگین تره؟ آقا این آقا داره از ملت ایران انتقام میگیره. و سلام مسئله اقتصادی هم یه مسئله که مردم ببینید اینجوری هم نیست. مردم چیزه، مردم آمادگی دارن، متوجه. ما مشکل اصلیمون یه حزبی، یه گروهی، یه رهبر درست وطن پرست، اصلا اسلام مسلمون هم نباشه و وطن پرست شد بیاد رهبری کنه، ما انشالله با امید خدا پیروشیم. و سلام، بسیار متشکرم، خیلی ممنونم. آقای رضا از تهران در برنامه حاضر شدید. زمانی که باقی مونده خیلی کمه، ولی به اجازه بدید آقای مجید از آمریکا رو بیارم روی خط. آقای مجید، نفر بعد بفرمایید، در عرض یک دقیقه این نظر شما راجع به این موضوع چیست؟ چون داریم به پایان برنامه میرسیم. آقای برنامه جانم، حالا که من 5 روز همین دو ما رو خط نگه داشتیم، اون وقت یه نفر از آلمان میاد پای خط اعصاب 40 نفر خراب میکنه. آقا ما 60 سال بودیم زندگیمون خراب ما بر اساس نوبت دوستان رو میاریم رو خط. حالا شما بفرمایید، نوبت شما. سلام، بزنید که تلفن رو بعد 5 روز ما رو خط نگه داشتیم. من تو یه دقیقه چی بیام بگم جز اینکه آقا بیام بگم آقا مملکت ما داغون شد، ما من خدا میخوایم جنگ بشه. آقا این شد باز این شد وقت دیگه. آقا مشکل ما میدونید چیه؟ مشکل ما اینه که رسانه های خارج از کشور تا زمانی که مهمان های برنامه شون این اصلاح طلب های ما به هیچ جا نمیرسیم، نمیدونیم صدای مردم پخش بشه. آقای برنچرمن همین الان تو کنگره گفت که آقا مشکل رسانه های فارسی زبان اینه که صدای مردم رو نمیتونه به گوش مردم برسونه. ما که مرتب صدای شما رو میرسونیم. خیلی متشکر از شما، کاش میومدید از وقتتون استفاده میکردید.
این شما هم بیاموزید، یاد بگیرید که وقتی بهتون فرصت میدن حتی اگر یک دقیقه است از اون یک دقیقه درست استفاده کنید، حرف درست بزنید، حرف پرمعنا بزنید، یه چیزی بزنید که دیگران هم بشنون و استفاده بکنن. ما داد و بیداد به جایی نخواهید رسید، یک عمر کردید و نشد. بریم تا فردا شب، خدا نگهدار. این صدای آمریکاست.